حواست باش، هم به افرادت هم به کل پروژه. به امید خدا کاری کردم که حس کنم اونجا خونه خودشونه، هم محل کار هم تفریح. میخوام حسابی دل بدم به کار. حاشیات همیشه خوب بوده، به شرطی که جای متن رو نگیره. هدفم انسجام روحی افراده، اما نگرانم. نگرانی طبیعت این کاره، چاره‌ای هم نیست. اوضاع منطقه رو که خودت میبینی. توکل کن به خدا، همیشه همینطوری بوده، اما درست شده. هر پدیده ای نقاط قوت و نقاط ضعف رو میتونه همزمان داشته باشه. به عنوان مثال وسط مرزهای کشور ما هم نقطه قوتمون به حساب میاد، هم از نظر نظامی میتونه نقطه ضعفمون باشه. یعنی در واقع میتونه احتمال تهدید و خطر و همچنین ظرفیت ابتکار عمل اشرار رو بالا ببره. رادارهای زیرزمینی رصد کننده ما سالهاست که این ابتکار عمل رو برای اشرار کم کرده، ولی با این وجود همچنان نقاطی از مرز که پرخطر به نظر نمیاد برای تروریست و قاچاقچی های ما مأمن خوبی شده. ماجرای پاسگاه مرزی فیضان که یادتون هست، حمله درست از یک نقطه کور راداری اتفاق افتاده بود. کار شما از اینجا شروع میشه. یک، پیدا کردن دلایل روشن برای این مسئله. دو، جانمایی و نقطه نمایی دقیق برای نصب. باید تمرکزتون روی حدود فاصل باشه، حتی چند متر خطا هم جایز نیست. دیگه سفارش نکنم. عباس جان مراقب خودت باش. خدا نگهدار. خدا حافظ. آخه تو طراحی بلدی؟ چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوشگل. هیچی، خیلی هم خوبه. منتظرش هم بنویس ماهان 4 ساله از تهران مرکز مددکاری. یه موجوداتی هستن که بهشون میگن طراح، خیلی وقت هستن ها. شنیدی؟ بله عزیز من، قراره که این عکس ها بره روی کاتالوگ که باعث همدردی مردم بشه، نه باعث خنده و تفریحشون. شما میدونی پول یه طراح چقدره؟ من ترجیح میدم بدم برای کارهای دیگه، چه میدونم تعمیر سقف، 1000 تا مشکلات دیگه. خب از خیر ته بگذر، به جاش یه دونه عکس مناسب از اینترنت پیدا کن، خیلی هم راحت تره. بله منم اینو میدونم، ولی بعد 100 تا صاحب پیدا میکنه، نمیشه. خب به حسین بگو که یه دونه 20 صاحبشو پیدا کنه، اون که همش دنبال همین حرفاست. خیلی وقت نداریم. حسین الو. سلام ماما. حسین جان. جانم. سلام پسرم، سر کلاس نبودی که؟ خب مگه میشه سر کلاس جواب داد؟ به من میاد این کارا؟ نه اصلا به شما نمیاد. بی‌حساب نشو مادر جان. حسین جان من یه عکس میخوام برای کاتالوگ حمایت از دخترها، چی کار میتونی برام بکنی؟ روی کاتالوگ باید عکس اورجینال بزنی. عکس اوریجینال از کجا گیر بیارم؟ بذار من به آرش بگم، یه تریلی عکس داره. بابا روزی تو شکر درباز فنک. سلام، چقدر میگیری برک؟ همونی که همیشه میدی رو بده. بفر. ویزیتوری؟ نه، چطور؟ نه، دنبال کارم. هرچی دوست و آشنا بود شوخ زدیم، ولی انگار کاری در کار نیست. حالا کار قبلی چی بود؟
کدومش؟ 10 جور کار عوض کردم، مسافرکشی هم الان شروع کردم، شما اولیشی. نمردی و ما هم توی کاری اول شدیم بالاخره. نوکرترینم. حالا چرا کار قبلی ده ادامه ندادی؟ بخوام قصتش رو بگم، تا مرزن‌آباد که هیچ، تا چالوس هم جمع نمیشه. مسافرکشی هم شغل بدی نیست، من خودم هم قبلا مسافرکشی کردم. بله شغل بدی نیست، ولی ریاست بیشتر به گروه خونی میخوره. شدیم جوپان دروغو، هر کی میگیم باور نمیکنه. فایلو برام میفرستادی؟ نه عمه، اتفاقا خودم میخواستم بیام اینجا. چرا؟ فکر کردی اینجا خیلی جای عجیب غریبیه؟ نه، ولی دوست داشتم بیام اینجا ببینم کسایی که از خانواده‌هاشون بریدن چه جور آدمایی. از خانواده‌هاشون بریدن ولی به جایی هم وصل نیستن. خب عمه جان، اول شما باید از یه جایی ببری که بعد به یه جایی وصل بشی، مگه نه؟ آره دقیقا درسته، مثل بریدن ناف بچه، اما با یه تفاوت کوچیکی. اگه ناف بچه رو زود ببرن بچه میمیره، اگه ناف بچه رو دیر ببرن بازم نوزاد میمیره. جدا شدن اگه به وقتش نباشه نابودیه، یادت باشه. بعدش هم خیلی عجله نکن، همین روزا میگذره. پدرت مادرت رو راضی میکنه، کارایی رو که دوست داری دنبالش رو میری، جشنواره پشت جشنواره، آینده مال توه، نگران نباش. از بابام خواستم برام پاسپورت بگیره، گرفت. اصلا خودش همه کارامو کرد که برم، بعد یا مامانم فهمید همه چیز رفت رو هوا. عجب، یعنی بی خبر از مادرت میخواستی بری؟ راه دیگه هم داشتم. عجب، خیلی راه های دیگه، این تنها راه نبود. هر کدوم از این عکس‌ها رو خواستیم بگی. بله چهش. چه بامزه شدن این درخت ها. با فتوشاپ چیکار کردی آرش؟ عمه جان چند وقته نرفت این طرف تجریش؟ جدیدن یه سه چراغ گذاشتن زیر درخت ها، خودش رنگش عوض میشه، فتوشاپ نیست. برای این کارو وقت ندارم که، من زمستون و تابستون رو با چمدون لباسا میفهمم. زمستون چمدون رو میاد پایین، تابستون چمدون رو میره بالا یا برعکس، بعد میفهمم یک سال گذشت. آرش، این دختری اینجا بود. کی؟ همین که از پشت ما فرار کرد. نه این؟ حالا باورت نمیشه عمه، منم که ازش عکس گرفتم یه جوری دنبالم کرد که نگو، معتاد نبود که، زن عنکبوتی بود. اینه یه جا نمیمونن، وگرنه پیداش میکردم. حالا همین عکس رو میخوای؟ آره فکر خوبیه، همین عکس. میدم حسین روش کار کنه، این دست رو بیاره پایین، این گردنبند هم باز میشه، یک طرف عکس پدر، یک طرف عکس مادر. عکس کاتالوگ ما آماده است. خیلی خوبه. آره دستمال. آقا دستمال نمیخوای؟ خام دستمال نمیخوای؟ دستمال. دستمال نمیخوای آقا؟ دستمال. آقا دستمال نمیخوای؟ بشی داری مرد که نگاه میکنی؟ گوه خوابی؟ چی بیرانی؟ خود فرمودن نداری؟ آقا بابا دستی؟ Thank you.
سلام. سلام. خوبی؟ میخوای بشینی؟ بچه ها بچه ها یواش بازی کنید. یواش 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 یواش. مبارک باشه، برنده شدی؟ مبارک خودت باشه، جایزه توه، دوم شدی بسر. جدی میگی؟ من برنده شدم؟ کشتیم خودمونو تا راضی شدن جایزه تو بدن برات بیارم. آرش همه دنبالت میگشتن، کولاک کردی بسر. باور نمیکردم خودت نیومدی. بهنام عکس خودت چی؟ یه چیه تقریبا داری؟ خیلی هم خوب. حالا کی میاد؟ من دیگه دوربین نمیخوام. بی خیال مسابقه. مثلا از این مسابقه زیاده. بازم عکاسی میکنی، بازم جایزه میگیری. بهنا، بی خیال میشی یا نه؟ باش، هر تو راحتی. برای این مال توه. دست درد نکنه. خیلی خوب، برو. برو مواظب خودت باش. ایشالله کلی خوش بگذارم. خداحافظ. تب و لرز داشت، ناخوش بود. دکتر و دوا درمونش خیلی خرج رو دستمون گذاشت. خودمون چند تا بچه داریم، خرج سنگینه خانم. حالا خوب یه کاریش بکنیم دیگه. از کجا پیداش کردی؟ ما پیداش نکردیم، خودش اومد. شما رو از کجا میشناخت؟ میگم خودش اومد، یه چند وقتی نگرش داشتم، خرج بود که رو دست من میذاشت. ما هم که پولی تو دستمون نمیام، به جز این خورده کاریایی که حشمت آقا برامون پیدا کنه. کی رفت؟ کی شد که رفت؟ امید، به اینجا ببینم. قربون دستت، یه پولی بده به این بچه بره سوپری خرید کنه. آمارشو داری دیگه، از اونی که گفتی کم کن. میدونی کجا رفت؟ چه میدونم بابا، بی خبر گذاشت و رفت. از حلقوم این بچه ها میبریدم میدادم به اون. نه اینکه فکر کنی منت میذارم ها، ولی عینه اون ننه بابا بودیم براش. ای بی معرفه، بی خبر گذاشت و رفت. حالا گفتم شما خواهرشی، از زیر دینش در میای. پول اندازه قرارمون بود بشمارش. حالا اینگاه چقدر پول داده؟ کم به رعنا خانم رسیدگی کردم، کم این حشمت بیچاره بهش رسیدگی کرد. چیزی ازت کم میشه با این دک و پوزه؟ حالا انگاه چقدر پول داده؟ آه چیه؟ ماشینم شده. ماشینم هشمت آقا هشمت آقا چی شد آقا؟ چی شد؟ باشو ببینم دور دست رو ببینم ببینم نگاه نگاه چی خواهد کرد؟ میخواه بری درمون کن؟ آره من میدونم رعنا کجاست، بهت میگم اسلام شهره. ششمت شوهری که از دوستای رعنا رو دیده گفته رفته خوابیده اسلام شهر واسه ترک. آدرس خاطرم نیست، اما قول بهت میدم پیگیر بشم بهت بگم. باشو بریم درمونگاه قربونت برم. باشو ببینم ات چشم. حالا سعید یه دقیقه گوش کن ببین چی بهت میگم. آرش
آرش جان بابایی سلام بابا. سلام. راحت باش، راحت باش. الان چه وقت خوابه قربونه تو؟ داشتم تلویزیون نگاه میکردم یا خوابم. از مدرسه چه خبر؟ هیچ خبر خاصی نیست. ببین عجب هوایی بیرون. پشو بریم پیاده روی کنیم. بابا اصلا حال ندارم. همین بگه ای حال و حوصله ندارم حالا هر روز بدتر میشه بابا. پاشو بریم بابا. نه بابا بعدم اصلا حالم خوب بشه که چی بشه؟ بشینم درس بخونم، بشینم مهندس شم؟ من با این چیزا حالم خوب نمیشه بابا. بابایی قربونت برم، دنیا که به آخر نرسیده. پاشو بریم بابا با یه دور دور کنیم، یه بالا پایین، هوای خوب، عکس بگیره بابا. بریم؟ من دیگه عکاسی نمی کنم بابا، دوربینم رو انداختم دور. واقعا؟ دور دوربینم؟ دوربینم مال بابا بود. دوربین پولش رو میدم به تو. بارکالا مایش از کجا؟ بهنام بهم زنگ زد. خب دوم شدم. تو اوزو خرک کنی جایزش چه؟ یه تندیس با 1500 دلار پول. تندیس برای تو 1500 هم نصف نصف همش مال شما. مجلسه یه فایده نداره اینجور. خیلی خوب بابا برو یه دوربین جدید واسه خودت بخر. جدی گفتم بابا من دیگه عکاسی نمی کنم. دوربین شمارم انداختم دو. به نظرم این تنها تصویری بود که میتونستم خودم بگیرم. بابا دیگه حتی این هنرمند افسرده های اسکیز و شیزوفرنی پارانویدی واسه ما در نیار دیگه. انترکتویلی علکی بابایی باشه بدون بیرون یه حالی کنی. نه بابا اصلا مسئله نه. چیچون مسئله ندارم؟ عکاسی نمیخوایی کنی، زندگی که میخوایی بکنی بابا. ببینی فکر نکن ما کم میاریم ها. برمون تیپ سینمایی بزن. نه بزن بلندت کنم ببینی هرش. نه بابا خودم باشه بینی آنو شده بودو بودو دیگه. بهتری؟ آره. میگم میخوای بریم اینجا بشینی؟ بریم. از تو بعیده. چی؟ که نمیپرسی اونجا چی کار میکردم. خویشتنداری کردم ولی در آستانه پرسیدن بودم. اما رفته بودم دنبال خواهرم، به دروغ گفتم. رنا هیچ وقت خارج نبود. چند سال پیش از خونه فرار کرد، معتاد بود. بعد از چند بار ترک نتونست، گذاشت رفت از خونه. تو این همه سال نه خوشبخت بود نه درس میخوند، فقط آواره بود. ولی تو باعث شدی ردی ازش پیدا کنی. من که نمیشناسمش. تو نمایشگاه یه عکس بود از رنا، آرش برادر زادت گرفته. مگه آرش میشناسه رنا؟ نه اتفاقی عکسو گرفته. چطور اونجا دنبالشون گشتی؟ مگه عکسو از اونجا گرفته؟ پرهام آدرسه روانپزشکو داد که رنا میرفته پیشش. ردش آدم با آدم گرفتم تا رسیدم به اون آدرس. پرهام دیگه کیه؟ همون که فکر میکردی خواستگار منه. اون رنا رو دوست داشت، خواست باش ازدواج کنه.
هنوزم خواستگارم هستی؟ چه ربطی داره؟ هیچ چی تو دلم عوض نشد. خونوادت چی؟ بهشون گفتی؟ با رعنا هیچ مشکلی ندارم؟ خب فعلا بهشون هیچ چی نمیگیم، میذاریم خواستگاری به نتیجه برسه بعد. نه دیگه دلم نمیخواد به هیچ کی دروغ بگم، هیچ کی. خیلی تو زحمت افتادی، ببخشید. چه زحمت؟ برای چه تلفن تو جواب نمیدی؟ نگران شدم، کجا بودی؟ تموم شد؟ حالا کدوم اول جواب بدم؟ چرا تلفن جواب نمیدی؟ نگران شدی؟ کجا بودی؟ کجا بودی مسعود؟ چند تا بچه ها سر زدم. برای کار؟ نه بابا، خودشون آلاخون والاخونن، میخوای واسه من کار دست بکنن. چی زهره خانم؟ واسه زندون افتادن من اینقدر سگیرماتو تو هم نکشته بودی یا؟ کاره دیگه، دو روز آدم بیکار میشه یه کار بهتر پیدا میکنه، حالا هم که لنگ خرجی نموندیم. من به حرفی از کار زدم سم، اگه برو اولته. من فقط حلش کن. نه حرفتو بزن، نصف و نیمه حرف زدن خیلی بدتره. بیا پویجتو دستت درد نکنه. من نگران نباش، درستش میکنم. میدونم. سلام. سلام، خوش گذشت. سلام. سلام، چی خریدی؟ بستنی و یه ذره خیلت فت. دستاتو به شور اول. آره یه بارش که طوره نه. آرش ماما، به نظرم دیگه خیلی وقفه افتاده تو درست. آب تو خوردی؟ برو درستتو بخون. من کنکور نمیدم. یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ یعنی کنکور نمیدم. اینم نتیجه گردش رفتن تو. من الان شنیدم. ماما این موضوع هیچ ربطی به هیچ کسی نداره، تصمیم خودمه. آخه تو داری تصمیم میگیری آینده تو خراب کنی. کدوم آینده ماما؟ من هر چیزیو که دوست داشتم مجبور شدم بذارمش کنار، الان برم درس بخونم مهندس بشم که آیندهمو بسازم. تو پشیمون میشی، ولی یه وقتی پشیمون میشی که دیگه فرصتی نیست. چه فرصتی ماما؟ ها چه فرصتی؟ میخوای بری سربازی؟ برو وسایلتو بردار، برو پادگان خودتو معرفی کن، برو. من همین الانشم تو پادگانم. نشستی تماشا میکنی؟ مامان این فکر خودمه، تصمیم خودمه، چون زندگی خودمه. یعنی تو هیچ کاری نمیخوای بکنی؟ چیکار کنم؟
میخوای دست و پاشو ببندم لولهش کنم بندازم تو جلسه کنکور؟ من که میدونم این حرف از کجا در میاد. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن من بدشانس. ما سه نفریم داریم تو این خونه زندگی میکنیم. یا من گفتم که نگفتم، اونم که هیچی، میمونه تو. ماهرخ من خودم زبون دارم، بخوام حرف بزنم میزنم. دست از این کاراگاه بازی بردار، بذار آدم ها راحت باشن اصل حرفشون رو بتونن بزنن، حتی اگه ناخوشایند باشه برای تو. ای بابا اینقدر من این قرصا نخور. خیلی بستنی بخوری زده خونکشی، برده اونو ببر بذار تو فریزر الان آب میشه. از کجایی دو ساعته؟ اخ مردم که نیم ساعت دارم این اتاق چرخ میزنم، پیرزنه تو حیات بود نمیتونستم که بیام داخل. آخ خوب کاری کردی، خیلی زرنگه، رد کن بیاد. ای بابا سر کن یه دقیقه بتمرگیم. چشم، راستی قرارداد بستی به خودت که روزی یه دعوا را بندازی. من دعوا را میندازم؟ مثلا دعوا؟ نه ولی همچین اهل صلح و آشتی هم نیستی. آبرو حیثیت طرف وسط خیابون بردی که داخل یه اون آبرو داشت که اونجوری به من زل نمیزد. پاشو 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 ایجای خانم دیوار نگم. رنا جان گل گل من. بله ببین نخوشی بود داده بردم بسات بخور خوبه خوبه. دست درد نکنه، خوابم برده بود. انا اگه نخوابم دیگه تا صبح خوابم نمیبره، میزنم فردا میخوام. دست درد نکنه. آخه مادر جون چند بار من بهت گفتم تو این خیابونا حواست به ماشین و موتوریا باشه، نگفتم؟ حواسم بود یه هایی شد، شما نگران نشو، برو بگی بخوا. خیلی ناراحتم برات. یمین خیلی با حالا. آره خیلی شیرینه، رد کن بیان دیگه، یعنی روپا هم نمیتونم. آه خیلی خوب باشه. ببین این واسه فردا و پس فردات هم هست، یه وقت همه رو یه جا نزنی. باشه دمت گرم، واقعا به موقع بود. فقط قربونت این پیر زنه میگه من یه ساعت دیگه برمیگردم، ولی ده دقیقه دیگه سر کلش پیدا میشه، کم کم باید بری قربونت. ایشالله خودم وسط همین روزا جبران میکنم. وقتی میتونی جبران کنی که برگردی پیش خانواده پول داره. آخه الان چجوری میتونی جبران کنی؟ نخواستم بابا، نمیخوام جبران کنم. ای بابا چرا ناراحت میشی؟ خب برو پیش بابای پول داره، ما هم از این بدبختی نجات بده. بعد میگم بیست بابا، باید زمینم اونجا کسی نباشه.
سمبوسه ها را خالت برات پخته، گفت دست بهشون نزنی. اینا مال پهلوان خاله است. گفتم فهمه، اینقدر تندش بکن که دیگه جلال روش فلفل نریزه. دیگه برات بنک و معسل و باسورک و همین چیزایی که دوست داری هم آوردم. دلم میخواد هیچ حرفی نزنم، فقط تماشات کنم، مثل اون وقتا که پای موتور تو حیات میشه سیا، منم رو ایوون نگات میکردم، نگاه جلال یه وقتی هست که باغچت میکاری، پای پنجره میشینی که پر از گل بشه، پر از سبز بشه، چی بشه چی بشه، وقتی یهو یه نفر صندلی از زیر پات میکشه، انگار که از خواب بیدار شدی. میبینی تو باغچت هیچی نیست، همش تو خیالت بود. جلال وایسادم میونه تو و بود، ای از اول همه چیه گفته بودمت کار به اینجا نمی کشید. حالا هم این چیه که میخوام بگم نباید شر بشه. ما حال ابراهیمو میخوام تو اون روزا بهت بگم که بدونی ملامتش نکنی. نگفتم حرفه نامارده نزم؟ گوش بگیر جلال، وقت این حرفا نیست. و وقت چه حرفیه؟ وقت هیچ نی، چند ما دیگه میای بیرون و خدا میدونه کی کجان. این حرفایی میزنه که چی؟ نامه که افردا ندارم، ما نمیتونم چیزی از تو پنهان کنم جلال. ما عمرم خوردم، با یه چیزایی که میگم خوب گوش کنی. ما به تو گفتم ابراهیم منو به خاطر یه زن دیگه ول کرد، اما نگفتم که او زن زن اولش بود. از او زنش بچه داشت، بچه داشت که طلاقش داده بود. وقتی زن و بچهش پیدا شدن، ابراهیم دیگه حال روزش عوض شده بود، قصه یه بچه هاش میخورد. او زنش خیلی دوست داشت جلال. بیجا کرد، بیجا کرد، تونو دوست نداشت گرفت. اینطور نگو جلال، ما تابع زندگی رو نداشتم، اونم نمیتونست. طلاقت داد که آوارشی ها؟ با خودم طلاق گرفتم. اونه با طلاقت میداد، انقدر دقت داد، انقدر دقت داد که سرتو ورداری و دری نامرد. با خودم بعد طلاق رفتم. نه پا بعد طلاق رو میموندی، نه نه یه حرفایی نزن که منو آروم کنی. جلال اینطوری نیست، اینا رو بهت گفتم که نگات به بابا درست باشه. خب ما یه چیزی میگم تو یه چی دیگه میگی. او یه زخم ما زده، تو با این حرفا زخمی تو روم نکن. استغفر الله، به خیال جای خدا نشستی که گناه پای اینو او مینویسی؟ آدمیزاده خطا کرده، خودت نکردی؟ مگه تو نبودی که رفیق آمود ناکار؟ نه اون آمون بود، نه صفتر بوام، نه ای ابراهیمی که میگی آدمی که بهش بگم بوا. ما فقط یه موما دارم، همین برام بس. جلال زندگی کوتاه‌تر از این حرفان که تو مصیبت ردش بکنی و بری. تو چند ما دیگه باید بیای بیرون، باید زندگی تو را بندازی. یه چیایی آورده بودم دادم نگهبانی، برای دومادیت گذاشته بودم. دومادیت چیه موما؟ اگر تو این دنیا نیستی، من بیام بیرون کار دارم، زندگی دارم، پول دارم، یکی دیگه هم دنبال خودم بکشم. اینقدر قشنگن ننه، این تلخیبات نمیمونه جلال. وقتی اومدی بیرون پ
پشیمون میشی. بری سراغ همونایی میگیری که از خودت تارونده بودیشون. من یه آدم دیگه هم نمه. من خودم هم دوست ندارم چه برسه به یکی دیگه. تو فکر تنهاییمون باش. مایمون مادارم برام همه دنیا. خیلی چیزای قشنگ میخواستم برات بیارم ننه، اما اندازت نمیدونستم. حالا اینجا خوب بخور تا چاق بشی، او وقت وقتی اومدی بشی همون جلال و کشتیگی رو خودم، او وقت منم اندازه همون لباس برات میارم. موما جای من جایی که جای تو باش. اگه ابراهیم که میگی بوهایمونه، باید منو توی به خانوادش نشون بده. ما خودم تنظیمش بکنم. خلاص جلال، خلاص. مثلا اومده جلال ببینی که شهر رو بخوابونه، بعد خودش شهر جدید الان کرده. حوریه چه تقصیری داره؟ حرف جلاله. اومده میگه من نمیخوام تو بابام باشی، من شهرم میاد که تو بابام باشی. بعد حالا اومده میگه یه مهر بزنم زیر سند مادرش. حرف آدم ابراهیم، نه ملک و ماشی. میخوای فقط اسمم پدرش باشی؟ خاشا که نمیسوخته، مهمون و آتیشه. من با همین فرمونی که اومدم با همین فرمونم میرم. اونم نخواد، خودت باید این کارو بکن. دیر یا زود اتفاق میفته. چه بهترین که زن و بچت از زبون خودت بشنفه. پس دون اسماعیل حالا کوتا برگرده. پاشین بیاین تو. حاجی اسماعیل تازه سر پا شدین، اونجا راحت نیستین؟ بفرمین تو. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. هر جور راحتی، با اجازه. بفرمایید. سلام. با اجازه. بی خود نیست که میگن احوال بچه به دل مادر برات میشه. مادرت این پیراهن رو خریده، آورده گذاشتی اینجا که موقع رفتن تنت کنی. حالا کوتاه رفتن؟ ما برای ایام عید درخواست عفو داده بودیم. درست بعد از رفتن مادر جوابش اومد. با چند نفر موافقت شده. یکشنبه تویی. چهارشنبه آزادی.